باز هم سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان بسیار عزیز و ارجمند و مدوار استم صحتمند و سالم باشین و قبل از که این برنامه رو شروع کنم یک سپاسگزاری و یک تشکری عمیق و سمیمانه و از دیل از تک تک شما دوستان بکنم به خاطر حمایت های همیشگی شما به خاطر از که ویدیوها رو میبینین در برنامه ها سهم گیرین کامنت منویسین و برنامه ها را شیر میکنین ما واقعا سپاسگزار هستم از تک تک شما عزیزان من خیلی دوست داشتم که برنامه های دیگه ای درست کنم بیشتر در مورد مسائل فرهنگی مسائل اجتماعی اما متاسفانه تحولاتی که در افغانستان پیش می و اتفاقات پی در پی که در افغانستان پیش می اینا باعث میشه که آدم از مخط از مسیر اصلی خود منحرف شود بیشتر به مورد چیزهای گپ بزنه که واقعا علاقه زیاد بهش نداره دوست داشتم که یک کشور امن و آرام می داشتیم. دوست داشتم که کشور می بود که مردم حداقل یک امنیت فکری یک امنیت روحی و جانی می داشتن اما متاسفانه ندارن و هر روز بدتر میشه و بدتر میشه. از روز 15 آگوست همین نیم سال یعنی همون روز تاریخی روز سیاه که در واقع ما باید نام با عنوان بلک سنده یعنی روزی سیاه باید بگذاریم از اون روز به بعد وقتی آقای اشرف غنی خیانت کرد به مردم افغانستان به سرنوشت نسل های آینده افغانستان به جامعه و به جغرافیای افغانستان خیانت کرد و افغانستان را سرنوشت 34 میلیون انسان را همینطور آماده و دو دستی تقدیم یک سری. <applause> انسان های بسار وحشی انسان هایی که با هیچ اصل و اصولی به هیچ ارزش به امللی انسانی باور ندارند تحویل داد بر از اونا اونا هم از روز 15 آگوست که بر سر قدرت آمدن یعنی افغانستان را در واقع در تحت اشغال خود قرار دارن غیر ازی که بر ناامنی روحی مردم بیافزایند دیگه هیچ کاری نکردن در همه جا تصاویری که از, از هر جای جای افغانستان منتشر میشه ای روزا حاکی از یک بدبختی، حاکی از یک بیچارگی، حاکی از یک حجم عظیم از ظلم و استبداد و بیچارگی است که بر سر مردم افغانستان جریان داره جنگ پنشیر، قتل عام و نسل کشی در اونجا را خواه همه ما و شما تصاویر دلخراش شدید در دایکندی هم همین چند روز قبل یک ویدیوی منتشر شد که گویا در طالبان یا همون قماندان امنی طالبان در اون منطقه 300 خانواده را در منطقه گیزاو و برشان اختار داده برشان یک مهلت نه روزه داده که در, در مدت این نه روز باید اونا خانه و کاشانه و سرزمین آبایی و اجدادی خود که نسل در نسل اونجا زندگی کرده اینا باید کش بکنن و اون منطقه را ترک بکنن این این به این است که طالبان به هیچ ارزشی به هیچ اصول انسانی باورمند نیستن و پایبند نیستن و هیچ چیزی به نام وجدان انسانی در, اینجا در اینا نیست بنابراین یک گروه بسیار وحشتناک هست و اینا تمام بدبخت بد ب... قسمت بسیار مشکلشی است که اینا با تمام جنایات خود را تمام استبداد را که بر مردم تحمیل میکنند با او رنگ و سبغه دینی میدن یعنی خطرناکترین انسان یا خطرناکترین گروه انسانی گروهی هسته که به جنایات خود سبغه و رنگ دینی بته بنابراین وقتی که یک انسانی که باور داره به اکثر چیزا که فکر میکنه که خدا همچین دستوری رو داده که شما بر انسانهای دیگه این همه رنج وارد بکنید دیگه اون, اون یکی از خطرناک خطرناکترین انسان هاست انسان زمانی میتونه انسان باشه که از ما از عقل و از منطق و از سله رحم و از از اینان از از اینا خود استفاده بکنه یعنی تشخیص بده که کدام کار خوب است کدام کار بد است اما کسایی که کورکورانه فقط باورمند به اکثری سختگیری های دینی و مذهبی هستند باورمند به اکثری متونی هستند که در یک زبان دیگر نوشته شده و یک کلمه هم نمیفهمن اینا خطرناکترین ترین انسان ها است که هر جنایتی که بگویی از دست از این مردم برمیه و بدون از که کوچکترین عذاب وجدان بگیرن خوب زیاد روی از زی این مسئله گب نمیزنیم چون همه ما و شما میفهمیم و تجربه داریم که طالبات چه نوع مردم هست اینا چگونه تفکر دارن و و چگونه نظام رو میخواین در افغانستان پیاده بکنن از 15 آگوست تا حالا تقریبا امروز 14 مثل یک روز فردا دیگه یک ماه میشه این ای آدم ها بر افغانستان حاکم شده و اینا مشکلات زیاد را برای مردم افغانستان ایجاد کرده هم از لحاظ ترس و وحشت فیزیکی که اینا دروازه به دروازه میره و مردم را نامنویسی نویسی میکنه و کس خانه مردم میگیره موتر و مال اموال مردم میگیره و هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ اقتصادی چون در این مدتی که طالبا در افغانستان آمده, آمده، همو اقتصاد نیمه بندی که افغانستان داشت همو هم سقوط کرده یعنی بیش از 70 80 درصد تمام درآمد افغانستان از طریق از طریق کمک های جامعه بین بود که اونا را مسدود کردند بازارها هم خو کرده تجارها هم از افغانستان را ترک کرده و هیچ کس با افغانستان معامله نمیکنه تجارت نمیکنه و مردم در یک حالت بسیار بسیار وحشتناک و مبهم و غیر قابل پیش بینی قرار دارند که امروز ما و شما تصاویری از مردمای وحشت زده و سرگردان و تر، ترسیده و ترس خورده در واقع در خیابان های کابل میبینیم که منتظرن که چی وقت بانک ها واز میشه که اونا برن پول رو برداشت بکنه تمام کار و بازار و همه چیز در افغانستان سقوط کرده و در ضمن از اینا در ضمن این همه وحشت که اینا بار این همه مشکل که اینا بر مردم افغانستان بار آوردن اینا باز هم اکتفا نکردن اینا حتی میگن که در در جای جاهای مختلف کشور اون جاهایی که رفتن مستقر شدن در مساجد جای گرفتن و از, از مردم یعنی سر, سر, مردم غذا میخورن از مردم سر مردم عشر تعیین کرده نبخشیم <تصفح> عشر تعیین تا کرده یعنی زکات که اینا باید از هر چیزی که داره از بایسکل گرفته و تا موترسیکل و تا تراکتور و خانه و هر چیزی را که دارن اینا باید برای هر چیز اینا عشر یعنی یک دهو میشه برای طالبا تا حتی اینا به یک دهم ده هم در حالی که خود کلمه اوشر کلمه عربی به معنای یک دهم دمو هم, هم اکتفا نکردن در بسیار موارد اینا از مثلا از 4 تا شای یک شه گرفتن بنابراین ما میخواستم که در این مورد یک یک برنامه جداگانه بسازم و کم تحقیق بکنم باز خوشبختانه دیدم که روزنامه اطلاعات روز که یک از بهترین روزنامه ها هست در افغانستان اینا یک گزارش تازگی منتشر کرده که او را شما فکر میکنیم که همون رو با هم بخوانیم چون گزارش بسیار خوب و جامعه هسته و میتونه که ما و شما را در فهم از این مسئله کمک بکنه اینجا روزنامه اطلاعات است که نوشته مردم میان دو تیغه فقر و جمعوری عشر تحت فشار قرار دارن یعنی در واقع این دو تیغ مثل دو تا دم قیچی به هم نزدیک میشه هر طرف شهر کدامش که نزدیکتر شود سریتر اون انسان را از بین میبره و این مقاله توسط سکینه امیری نوشته شده که 23 سنبوله که کدام تاریخ است ولی من حداقل امروز ای این مطلب را دیدم و فکر مکنم که یک مطلب بسیار جامع و خوب است و در اینجا نوشته که زورگیری یا او اوشر یعنی گفتم طالبا اون قدر سر مردم افغانستان فشار آورده فشار روحی، فشار فیزیکی و فشاری که از از به خاطر به این رفتن افغانستان فشارهای مالی بر مردم افغانستان وارد شده به اینا اکتفا نکرده و اینا عملا خودشان در هر جایی که مستقر هستند در اونجا باز هم مردم را مورد اذیت از آزار قرار میدن از آزار تازار تنهایی نیست که شما در خیابان کسی را استاد بکنید و با کنداخت فنگ در سرش بزنید اذیت از و آزار یعنی بدترین اذیت از آزار اذیت از اذیت آزار روحی است که حجم اذیت از آزار را که بر مردم تمیل میکنن غیر قابل توصیف است هفتاد هشتاد درصد یعنی ما یک, یک گزارش تازه را خواندم که فکر گفت نوشته بود که بیشتر از 90 درصد مردم افغانستان روز دو دلار زندگی میکنه یعنی تقریبا گفت که میشه گفت که 90 درصد مردم افغانستان در،, در, زیر خط فقر یا در خود سر خط فقر زندگی میکنن یعنی دو دلار در روز این خط فقره بنابراین طالبا هم اضافه شده و طالبان در جاهایی که مستقر هستن از اون مردم بیچاره و بدبختی کاروبارش هم به خاطر تسلط این گروه تروریست مستبد کاروبارشان هم از از, از رونق افتاده و اینا سرونمو مردم فقیر نان خشکنم مردم فقیر را میگیرن خب در اینجا نوشته که بنا به گفته های منابع محلی در ولایت های غور بامیان دایکندی و غزنی یعنی نشان میده که بیشتر چون چند امین سه ولایت که نوشته کردن من مناطقی هسته که بیشتر یعنی هزار نشین هستن در این ولایت ها اینا عشر تعیین کردن تحمیل کردن در واقع من یک چند وقت پیش اگر ارتباط با با کسی در ولایت هلمند داشتم با کسی در ولایت حرات داشتم اونجا هم در مناطق هزار نشین حداقل اونا گفتن که اینا آمدن در در مساجد در منطقه منطق های هزار نشین اونجا قرارگاه درست کردن و مردم از مردم میخواین که هر روز باید بر از اونا غذا ببرن بهترین غذا هم باید بپزن و ببرن در اینجا نوشته که طالبا خلاف اصول دینی و مذهبی در بسیار از ساحات ولایت ها به همه اموال و دارایی های مردم و حتی پروژه های عامل منفعه اوشر یعنی همین زکات مزخرفشان را وضع کردن اونا تاکید میکنن که طالبا برای جمع آوری از اوشر قانون خاصی ندارن یعنی می تور و حتی برای جمع آوری اون از زور کار می یعنی اگر کسی به اینا اون اوش را که تعین کرده و کردن اگر کسی این کار بکنه نه تا باز با از زور توفنگ متوسل میشه و ممکن است که بخاطر یک دانه مرغ اینا یک انسان را مزبین ببرن بخاطر که برای این مردم برای این موجودات زندگی انسان ها هیچ ارزش نداره در نوشته که در حالی که مردم نسبت به این عمل کرده طالبا اعتراض دارن مردم در چند روز نه تنها بر, بر, بر علیه این عملشنی بر علیه تمام اعمال زشت و نامیمون و ناپسند از یک گروه عقبگرد مزخرف اعتراض دارن و ما و شما دیدیم در, چند روز که در کابل در ولایت های مختلف زنها ها مردم های مختلف جمع شدن و امروز دیدیم در قندهار در قندهار هم مردم بر علیه طالبان اعتراض کردند در ادامهش نوشته کرده که چنانچه طالبان در ولسوالی لعل و ولایت غور برای تراکتور ببینید برای تراکتور چهار سلند حتی سلندای شاینا بهش تفاوت قائل شده برای تراکتورای چهار سلند 3500 افغانی برای تراکتورای 3 سلند 2500 افغانی برای آسیاب آسیای برقی 2000 افغانی و برای ذخیره کچالو 28000 افغانی اوشر تعین کردند یعنی دو بالا گفت که بر از این از این مسئله اینا هیچ قانون هم ندارن همینطوری خر خرکی هم تو در حساب تخمینی میگه که باید اینقدر پرداخت کنی کسی اگر اعتراض بکنه با مرمی هم میذارن به کلش در اینجا آقای بنام مستعار رستم یک از باشنده های ولسوالی لال جنگل ولایت غور است که میگه طالبا از ذخیره کچالو 28 هزار افغانی یعنی از ذخیره کچالو 28 هزار افغانی درخواست کردن باز گفته که یک ذخیره کچالو که گنجایش ذخیره ذخیره کردن 3000 سر کچالو را برای مدت 5 ماه داره و به ارزش 550 هزار افغانی ساخته شده است طالبا از اون در روز اول 5000 اوشر خواسته بود اما حالی 28 هزار یعنی نشان میده که مردم اونقدر بیسواد سواد و اونقدر آخ وحشی هستن که هیچ چیز رو نمیفهمن بجز زور بجز بجز نول گلوله هیچ حساب کتابی هم ندارن هر از دلشان برامد میگن مثلا میگن که بعد از به خاطر نمو ذخیره کچالو روز اول اینا 5000 میخواستن بعدا اون مبلغ رو اینا به 28000 افزایش داده بر اساس کدام قانون بر اساس کدام حدیث و نمیدانم از این متون مزخرفی که نابش باور داره منبع دیگه میگه از ولایت غور میگه که طالبان از 18 تا مرغ از هر تا مرغ یک تا مرغ و از هر ده گسفن یک گسفن و از هر چهار گاو یک, گا، یک گاو اوشر خواستند به همین ترتیب روی وسایت نقلیه نیز اوش وز کردن ما در ابتدا هم گفتم که اوشر به یک دهم ده است اینجا نوشته که در حالی که اوشر یک دهم ده یک دهم ده حصه مال را در بر میگره منابع تاکید میکنند که طالبان روی موترهای تیز رفتار یک هزار افغانی روی موترسایکل پنج،, پنج سد افغانی روی دکان, دکان ها نظر به اموالشان از 5 تا 10 هزار افغانی ببینید این مسئله اوشر اصلا با منطق ریاضی اصلا جور نمیه ما اگر اگر در در منطقی ترین شکلش بخوایم محاسبه بکنیم اوشر باید از چیزی پرداخت بکنن از درآمد یا از پول نقدی که در آخر سال وقتی که مایحتاج یک خانواده برطرف میشه حساب میشه و اون چیزی که باقی میمانه در آخر سال از او باید یک دهم پرداخت بکنن اما این گروه بسواد مزخرف گروه ظالم برحم حتی کلمه اوش را که خودشان وز میکنن حتی معنایش نمیفهمن که یعنی چی حتی نوشته کده که در طالبات در روی درخت, درخت مواها میوهی مو، که محصولات زراعتی و اینا متهم هم اوش را تعیین تحصیح، تحصیح، کرده شیشه های خورشیدی که جزء مایحتاج مردم است چاهای آب واقعا که از چای آب هم اینا اوشر میگیرن در بامیان طالبا روی گندم و کچالو در دایکندی روی گندم بادام و دیگه محصولات اوشر وضع کردند با گفته منابع ملی طالبا از هفتات، از هر هفتاد کیلوگرم کیلوگرم از این محصولات هفت کیلوگرم اوشر خواستند یعنی اینا حتی هنوز دولت تعیین نکردن هنوز یک قانون سرتاسری وجود نداره بعد طالبای ادعا میکنن که ما آمدیم ام قانون بیاریم این چگونه قانون است که هنوز هیچ قانونی در هنوز پارلمان نیست هنوز اینا یک قانون اساسی را اعلام نکردن اما نفرایش قماندانایش این در واقع این چپاولگرایی که در ولایت مختلف غیر پشتون مستقر هستن اونجا میبینی که سر مردمان غیر پشتون چی بدبختی را اردن. یعنی واقعا به کجای طالبان میشه اعتماد کرد این گروه دروغگو این گروه گروه ظالم این گروه فریبکار این گروه واقعا خار و ذلیل که هیچ چیز دیگه جز ظلم و استبداد و اینا ندارن که بر مردم راه بکنن افزون بر این نوشته کده که به منابع محلی تا دا دا دایکندی گزارش که طالبا از شوراهای مردمی نیز اوشر خواستن به گفته منابع طالبا از هر شورای محلی 100 تا 150 سر بادام اوشر خواستن یعنی واقعا چقدر چقدر یعنی نمیشه آدم تحلیل بکنی که این درست است یا نیست فقط یک گپ میشه در مورد که این خودش یک نوعی از از ظلم هسته که نام مردم را مجبور میکنن که خانه های خود را ترک کنه منطقه خود را ترک کنه و اون منطقه را اله بکنه یعنی این ابزار برای کوچ اجباری است که کوچ اجباری نقص سریح حقوق بشر است حالا مردم افغانستان مردمانی که در در دری ولایت ها مردمان غیر پشتونی که در جاهای مختلف زندگی میکنن من فکر میکنم که اگر را بیشتر ندارن مرگ در هر صورتش هست آیا شما مرگ یک دفعه میخواین یا مرگ در, در تدریجی رو؟ یعنی اینا از این طریق میخواین که تمام یک ملت را تمام یک مردم را در معرض یک مرگ تدریجی قرار بتن که به مرور زمان کم 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 اینا مرده برن دیگه هیچ منطقی در اینجا نمیشه که آدم او را مد نظر گرفت که بیا با او منطق را تحلیل بکنی که خب این اوش رزینا یعنی چی؟ اول اینکه خود کلمه اوش همین نظام اوشر اوش یک نظام کاملا بدوی غیر مدرن و غیر انسانی است که مربوط به 1400 سال قبل است امروز در عربستان که که مهدی همون اسلام کنابش بهش باور داره و اونجا کس اوشر نمیگیره در امارات خو اصلا از گپان است در پاکستانی که اصلا پدر از ایناس اینا پسرندرشان از هر کدامشان در پاکستان همچین چیزی وجود نداره دولت وجود داره قانون وجود داره و مردم یک درصدی به نام مالیات میده در هیچ جای دنیا چیزی به نام اوشر نداره در اینجا نویسنده نوشته کده که اوشر کلمه عربی و به معنای یک دهم حصه یک مال است که با ظهور دین اسلام در بین مسلمانان رایج شد یعنی هزار و سال قبل این قانون در صحرای عربستان وجود داشته طالبان این گروه عقبگرد در سال 2021 بخواین که اینمی قانونی را که مربوط به 1400 سال قبل است تا امروز سر مردم اجرا بکنم. در زمان خلافت عمر فاروق زمانی که مردم افغانستان به اسلام رو آوردن در افغانستان بین اهل سنت مراوج شد اما چیزی را که حالا در اینجا میخوانیم گزارش را که میخوانیم اینا این اوشر را در مناطق شیعه نشین اعمال کردن یکی از باشنده های خوست میگه که در وقت جمعوری حاصلات خود ما عشر میدیم که از هر ده حصه حاصلات یک حصه باید داده شد خب باز هم تکرار میکنم که عشر از کلمه عشر عشر در عربی به بنای ده هست عشر یعنی یک ده هومش. وقتی حاصل رو ورمه دارن بعد اینا یک ده از اون حاصل رو باید بر اساس همون قانون بدوی باید عشر داده شد با باور او عشر او صدقه است و دادن عشر حاصلات را پاک می سازد او میگه که عشر به افراد فقیر جامعه تعلق میگرد خب خمس در تشیع خمس داریم زکات داریم و در 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 فقه تسنن زکات داریم یا عشر داریم همه از اینا به نحوی یک شیوه هست برای برای کسایی که وضعیت مالیشان خوب است و اینا باید در آخر سال از اموالشان یک دهمش یا پنج یک باید پرداخت بکنن به با صندوق بیت المال که تا از او از او طریق صندوق بیت المال به کسایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارن فقیر هستن به اونا کمک شون ولی طالبا فعلا که فلان چنین صندوق ندارن هر کسی در هر جایی که او اوشرم وضع کرده هر کس به خودشان میزنه این یعنی چپاول چپاول و چور و دزدی دزدی را که اینا در قانون از باید کسی که دزدی میکنه دستش قطع شود یعنی بر اساس قانون خود اینمی اینمی مردمان عقب گرد مزخرف واپسگرا باید این قومندان ها و قومندان های عملیه و والی هایی که در اونجا بر مردم او عشور تعیین کردن و از جیب فقیر مردم اینا دوزدی میکنن باید دست و پای اینا بر اساس همین قانون قطع شود میگم محمد یعنی جمع نام مستعار استه باشنده ولایت میدان وردک در دا مورد دادن عشور میگم ما وقت حاصلات خود را جمع میکنیم عشور را به کمک ملا امام مسجد قریه خود بین فقرا تقسیم میکنیم نصر الله وایزی رئیس شورای علمای بامیان میگه خداوند جل جلاله در قرآن کریم از اوش ریاد کرده و حضرت محمد به اومد خود گفته که هر بتن اوش حق خداوند است و باید به فقرا داده شد خب بر اساس کدام قانون بر اساس کدام کدام سند اینا این اوش را که از مردم فقیر که خودشان مستحق کمک است اینا از مردم چور میکنن چپاول میکنن بعدش به با، کدام فقیر دیگه میتن هیچ گونم سند وجود نداره هیچ گونم اسنادی تسویه حساب وجود نداره که نا بر مردم رابطه کن رو زکات این چیزایی را که از مردم فقیر و بدبخت بیچارهی خودشان نان شب خود نداره اینا از مردم میگیره بعد به چی کسی او رو پرداخت نکنه و چی کسی میته خب در این قسمت فرق بین اوشر با زکات و خمس نوشته خانم سکینه گفته که زکات و خمس رحمان باز هم نام مستعار است باشنده ولسوالی لال و سرجنگل که طالب این نوشته کرده که گفته که طالبا بر روی تمام دارایی ها حتی پروژه های عامل منفعه اوش رو بز کردن یک کار کاملا غیر منطقی وقتی یک پروژه برای عامل منفعه هست دیگه اوش رو لازم نیست باید اوش رو پر مردم پرداخت کنن که اون پروژه پروژه عامل منفعه تمویل شود اینا از اون هم پول میگیرن چون در اون عامی که اونجا هست منفعتی که برای عام هست اینا جز از اون عوام نیستن او که خود اوش رو داده و از آن سند رسید نیست گرفته میگه که طالبا با پادرمیانی منابع مردمی مبلغ تعیین شده اوش را برای اونا کم کردن طبق معلومات او طالبا از یک ذخیره کچالو 4000 افغانی و از یک شبکه آبرسانی که 24 خانواده از او آب استفاده میکنن 15000 افغانی اوشر گرفته ببینید از آب خوردن مردم یعنی آب چیزی که آدما انسان ها بدون از او زندجان ها بدون از زندگی نمیتونه حتی درخت ها بدون از زندگی نمیتونه ببینید اینا چقدر ظالم هستن نه چقدر وحشی هستن در همین حال علمای دینی مذهب جعفری یعنی اهل تشیع در افغانستان میگن که مذهب جعفری اوشر نیست و اگر طالبا اوشر را زکات و خمس تعریف میکنه باید بدانن که به سبزیجات پروژه های عامل زکات تعلق نمیگیره و اضافه به اون زکات و خمس به طالبان نیز نمیرسه زکات و خمس برای فقرا هست که هر کسی که توان مالی بیشتر بهتر داره اونا خودشان میتونه که زکات خود خمس خود بده برای کسایی که مستمند هستن یعنی افغانستان جایی نیست که ما بگردیم پشت سر از پشت مستمندا و فقرا و بدبختا هر کس در خانواده خود هر کس در کوچه خود در قبیله خود دهات خانواده فقیر دارن بدبخت دارن بیچاره دارن که حتی نان خوردن شب خود ندارن بچایشان کفش نداره لباس نداره بنابراین اینا اینا چی قانون را آمدن اینجا پیاده کردن و از مردم فقیر و بدبخت هر روز پول جمع میکنن چه پاول میکنن یعنی چور میکنن خلاصه این این یک یک مقاله بسیار خوب است که ب... توصیه میشه ایر بخوانین اما بسیار در داور است وقتی که آدم اینا رو میخوانه میبینه که این مردم واقعا چی اندازه ظلم را بر مردم تحمیل میکنن یعنی واقعا حتی ما وقتی تاریخ اروپا را جنگ جهانی دوم را میخوندم این نازیست ها هم از اینا کم بهتر بود به خاطر زیکونا داخل یک سواد خواندن نوشتن را داشتن یک سواد منطق زیر داشت که امرش میتونست یک نفر حرف بزنه اما اینا اونقدر وحشی هستن اونقدر احمق هستن اونقدر ظالم و اونقدر پست و زبون هستن که یعنی با اینا حتی نمیشه حرف زد دیگه این مقاله رو بخونین بسیار در داور است متاسفانه بسیار بسیار در داور است و تنها راهی برای جامعه ما و شما این است که ما باید آرام نشینیم در مقابل از اینا باید اعتراض کنیم باید مبارزه بکنیم باید جامعه جهانی را از اینا از تمام این اتفاقاتی که در افغانستان میافته خبر بکنیم ببینیم در افغانستان با خصوص برای اقوام غیر پشتون با خصوص ها چی اتفاق میفته اونا چی زجر میکشه اونا در حالی اینا در در, در, در دره پنشیر و در دایکندی و گیزاب اینا رسما صدها خانواده را مهلت معذرت مهلت برشان تعیین کرده که باید خانه خود جای خود را رها بکنن کوچ بکنن از اینجا برن در یک جای دیگه